دیدبان حقوق بشر میگوید که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و مجموعه از تاکتیک های دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابقه احزاب معارض از مناسب دولتی استفاده می کند. این سازمان در گزارشی با عنوان شما نمی توانید بگویید بحرین دموکراتیک است قوانین انزوای سیاسی در بحرین گفت که آل خلیفه از قوانین سال 2018 مربوط به انزوای سیاسی برای جلوگیری از نامزدی مخالفان سیاسی برای کرسی های پارلمان یا حتی حضور در شوراهای مدیریتی نهادهای مدنی استفاده می کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد به هاشی راندن هدفمند چهره مخالف از زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین منجر به طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر شده است از همین رو دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی 2018 را لغو کند و با لغو ممنوعیت صدور گواهی عدم سوپیشینه برای مخالفان حقوق کامل حقوقی سیاسی و مدنی کامل همه شهروندان بحرینی را به آنها بازگرداند دیدبان حقوق بشر همچنین از سایر کشورها از جمله متحدان نزدیک بحرین مانند ایالات متحده بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا خواست به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان و جامعه مدنی پایان دهند و اگر حکومت بحرین این اقدامات را انجام نداد نتایج انتخابات پارلمانی غیرآزاد و ناعادلانه در نوامبر را رد کنند